برگزاری نخستین نشست بزرگ عالمان دین از سوی امارت اسلامی با موجی از واکنش‌های داخلی و جهانی روبرو شده. شمار از سیاستگران خواستار بازگشایی مکتب‌های دخترانه، شکلگیری حکومت فراگیر، سهمگیری زنان و نمایندگان احزاب در حکومت هستند. از آنچه که در این نشست از هیچ زن دعوت نشده، با انتقادهای تند از سوی نهادهای گوناگون و شمول دیدبان حقوق بشر به همراه شده. سهیلا یوسفی گزارش می‌دهد. برگزاری کلانترین نشست عالمان دین در خیمه لوی جرگه. شمار از سیاستگران و مردم از برایند این نشست خواستار تشکیل حکومت همشمول، حضور زنان و نمایندگان احزاب در حکومت و بازگشایی مکتب‌های دخترانه شدند. آیا عالمان دین هستند یا نه؟ توافق نظر در داخل افغانستان وجود نداره و لست از اینا معلوم نیست که کی هستن، آیا نمایندگان مذاهب دیگر در اینجا هستن یا نه. و در جهان اسلام هم تصامیمی که طالبان گرفتن نسبت به بستن مکاتب دوشیزگان تصامیم اسلامی دانستن نمیشن، چون حقوق تعلیم در اسلام برای پسر دختر است. ملت افغانستان عزیز نشست انتظار دارست ایست که در درجه نخست بازگشایی مکاتب دخترانه بالای صنف 6 در اینجا فیصله شود انشاءالله، و همچنین پرداختن به تشکیل حکومت همه شمول. برگزاری این نشست اما به حضور زنان با موج از واکنش ها و انتقاد های تند داخلی و بیرونی روبرو شده است. هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر با انتقاد از نبود زنان در نشست علما گفته که قرار است 3000 مرد زیر یک سقف در مورد آینده زنان تصمیم بگیرند. در نشست بزرگ طالبان متاسفانه باز هم فقط نمایندگان خود این گروه و کابینشان حضور دارند. زنان به کلی از این نشست حذف شدند. این نشست به هیچ وجه تنوع قومی، مذهبی و دیدگاه های سیاسی را بازتاب نمی دهد. این نشست بیشتر جنبه نمایشی دارد، زیرا در رهبری طالبان هنوزم کسانی وجود دارند که با آموزش و بازگشایی مکتب های دخترانی دوره متوسطه و لیسه مشکل دارند. معاون رئیس الوزرای حکومت سرپرست میگوید که مردان نمایندگی از زنان را در این نشست به عهده دارند. وضعیت فعلی زنان افغانستان که به شکل مطلق و سیستماتیک از سوی طالبان حذف و انکار شده اند، نشان دهنده یک بخش، یک جماعت و یک قومی که از سوی طالبان هویت شناسی نشده اند، تضمین کننده عدم دوام اداره طالبانی بوده. با این حال اما شمار دیگر از سیاستمداران برگزاری این نشست را در شرایط کنونی بی‌معنا خوانده و تاکید دارند که هیچ گونه مشروعیت به دنبال ندارد. بدون شک برایند از این نشست هیچ گونه الزامی را بر مردم افغانستان هم ایجاب نمی کنه. توقع ما این است که طالب ها و گروه های هم فکر و تمتراز از اونا هم در افغانستان وضعیت اساس افغانستان را درک کنند. یک نشست درونی خود طالب ها است که هوادارای طالب ها با هم می نشینند و مسائل داخلی خود بحث می کنند. این ملا مولوی ها طالب ها و علمای خودشان است. در حقیقت یک طالب به دیگر طالب مشروعیت میته، یک ملا به دیگر ملا مشروعیت میته، در این ملت کدام جای نداره. این در حال است که حکومت سرپرست تاکید دارد که آنان برای عالمان دین و بزرگان قومی زمینه سازی کرده تا درباره مسائل گوناگون از جمله نظام اسلامی، وحدت ملی و موضوعات اقتصادی و اجتماعی بحث کرده و روی این موردها تصمیم بگیرند.